سلام، سعید جویزاده هستم. امیدوارم در هر چه کره خاکی که هستید شاد و پیروز و سربلند باشید. با 10 گام مقاله‌نویسی در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتونید مقاله بسیار جالب بنویسید و ایدهاتون رو با جهانیان به اشتراک بگذارید. گام ششم، از 10 گام خواننده رو درگیر کنید. علاوه بر خوانندگان، سردبیر، داوران، اونایی که مقاله شما رو میخونن، همه جزء خوانندگان هستن. همه رو درگیر کنید. خب با من میتونید تماس بگیرید. 0938 225 274. دکتر سعید جویزاده هستم، پژوهشگر و مربی پژوهشی. به دانشجو کمک میکنم که یک پژوهشگر حرفه‌ای بشن، بهشون کمک میکنم که مقاله بنویسن، رزومه پژوهشی خودشون رو کامل کنن، کتاب بنویسن، سخنرانی جذابی داشته باشن، با سخنرانی خودشون بتونن متفاوت و تاثیرگذار باشن، در سمینارها بدرخشن و بعد اینکه با سخنرانی و مقاله و کتاباشون به پول برسن، کسب درآمد کنن. و کمکشون میکنم که برندینگ شخصی خودشون رو بسازن که هیچ موقع جیبشون خالی نباشه. خب گام ششم، وقتی میخوای مقاله بنویسی خوانندگان رو درگیر کنید. به تو گفتم که خوانندگان شامل اینا میشن، خوانندگان شامل یکی سردبیر میشه وقتی مقاله شون به دست رسید، داوران، هیئت داوران، و بعد اینکه اونایی که مقاله شما رو دانلود میکنن و قرار شما رو دنبال کنن. خب اگر شما نتونی اون اعضای نشریه، جورنال، مجله رو درگیر کنید، یعنی ابتدا باید سردبیر رو بتونی درگیر موضوع خودت کنی که از اون موضوع خوشش بیاد و قفل بشه، و بعد داوری که داره موضوع شما رو میخوره درگیر بشه و اون داوره با گفته های شما خودشو به چالش بکشه و شما با نوشتهات اونو به چالش بکشی، این باعث میشه که مقاله شما زودتر پذیرفته بشه و مقاله شما یک مقاله هیجان انگیز و بسیار عالی خواهد بود. خب در واقع شما میتونید، شما باید، اینجوری میگن، شما باید با نوشته های خودتون یک محصول عادت ساز تولید کنید در مقالتون. من خودم سالیان سال بعضی از نویسندگان رشته خودم خیلی دوست دارم. چرا؟ چون وقتی مقاله اون رو میخونم من باید درگیر میشم و منو به فکر فرو میبره و بعد منو صاحب اندیشه میکنه و بعد باعث میشه با این درگیری فکری ذهن من بهتر فکر کنه. و این نویسنده هایی که من گزینش کردم و سالیان سال با نوشته هاشون منو درگیر کردن، عاشق نوشته هاشون هستم و باور کنید اولین کتاب هایی که از این نویسنده ها به فروش میرسه من میخرم، چون دوستشون دارم، چون باهاشون زندگی کردم. در واقع باید اون افرادی که در گوش و کنار دنیا و در کالج های مختلف و در دپارتمان های مختلف و در دانشگاه‌های مختلف هستن، در مؤسسات هستن، در ادارات دولتی هستن، باید اونا رو به خودتون درگیر کنید از طریق کلمات خیلی ساده اما تفکر برانگیز، این کلماتی که خیلی ساده نوشتین و این علاوه بر سادگی، این کلمات علاوه بر سادگی اونا رو به تفکر وامی داره. خب برای اینکه شما بتونید یه نوشته بسیار خوبی داشته باشید، یعنی اونا رو درگیر کنید، یه سری عوامل هست، یه سری تکنیک ها هست که با شماره من تماس بگیرید، 938 225 274. من اونا رو با شما به اشتراک میذارم. تو واتساپ به من پیام بدید و در دوره مقاله‌نویسی منم اگه شرکت کنید در مورد اینا با شما صحبت می‌کنم. من به راه‌های دست پیدا کردم، یعنی من در این دوره آموزشی، در این دوره مقاله‌نویسی که من طراحی کردم، در دوره مقاله‌نویسی که من طراحی کردم، اومدم بیش از 1000 جمله یادت میدم در مقاله‌نویسی که این باعث میشه مخاطب با شما درگیر بشم و سردبیر شما قفل میکنین که به نویسه شما بپردازن و داوران رو به خودت علاقمند میکنین. تو کلاس شرکت کن، تو اونا رو با شما به اشتراک بذارم. اگه مشاور رایگان هم خواستی همین الان تماس بگیر، 0938 225 274. عاشقتون هستم، عاشق صداتون هستم، منتظرتون هستم. یادت باشه که باید از 4 دشمن اصلی بشریت فرار کنی و اون چیزی نیست جز ترس، شک،
شک، بی هدفی و تنبلی. از این چهارتا فرار کن که اگه پیچون افتاد روزگار سیاهه. پس میریم که از ترس و شک و بی هدفی و تنبلی فرار کنیم.